به نام الله یک تو توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوی گرامی، خدا کنه صحتمند باشین، نیمه روز و پنجشنبه خوبی داشته باشین. خوره گرامی، بیندای عزیز برنامه بانو، من هم سلام های گرم خود را تقدیمتان میکنم با امید از اینکه جور صحتمند باشین. آغاز میکنیم برنامه امروز خود را. شماره تلفن ما هست 86-56. خوره ما که میخواین از داخل کشور بر ما زنگ بزنن، فقط 86-56 دایل بکنین، و همچنان خوره ما که از خارج از کشور میخوای با ما با تماسن، کد نمبر شدمن حتما دایل بکنید 0796-00-86-56. و همچنان پیام های شما که از طریق 456 موصلت ورزیده، پیام های شما نیز با ما هست، میتونید که هر آن لحظه که خواسته باشه. ما بارها گفتیم خواهر عزیز لطفا در جریان برنامه به 456 زنگ ندین، اگر زنگ ها میزنین او کدام چی نمیداشته باشه که همون ساعت بتانه که شما را با برنامه وصل بکنه. فقط او یک باکس است که فقط ضبط میکنه آواز شما را و بعدا ما میشنویم آوازتانه. بله، بسیاری است که کسا هست فرزانجان زنگ میزنه به 456 و فقط میگه که من شماره شخصی دکتر سبه کار دارم. بله، ولی برای شما کی بتوجه شماره را؟ او یک خودم قابلتون کسی نیست. لطفا به 456 وقتی که زنگ میزنین فقط امو موضوعتان را بگوین. بله، اگر موضوع بسیار مثلا پیچیده باشه، یک مشکل جدی باشه، من خودم براتون زنگ بزنم، شماره تان بر ما میه. یک تماس هم داریم، یک دوست ماست روی خط میبینیم که کی هستن، بفرمایید. بله، سلام علیکم، خوب هستین؟ زنده باشین، شما خوب هستین؟ سلام دکتر، شما خوب هستین؟ علیکم السلام خواهر، زنده باشین، بفرمایید. ببخشید دکتر صاحب، ما یک مشکل دارم. ما افتاشتا کارسی کردیم، دو طفل دارم، البته آرسی ما به خاطر خود مشاورم شده و در خانه ما برای فامیل شهرم زندگی میکنم و از نگاه اقتصادم کدام مشکل خاص ندارم، فقط در طول هفتا یک قدم خصاص کردیم که شوهرم نگم بزنم قابلم بیتفاوت از هم چلان احساس کردیم که تیزمه خود از پیش می اعتماد تو نگاه می کنه. چند بار متوجه شدیم که دختر آده تیزمش زنگ زن ما قوید جدی نهستیم. بلاخره یک چند روز بیشتر دکتر صد یک شماره برای ما در تیزم شوارم زنگ زد و تا که موقعی کنم ما چیز بگویم خود سر ما به حساب قاشد که خود کی هستی که شید تیزم شوار ما این وزاری. وقتی ما گفتم میشه که اشتباه کرد شد گفتم نام شوار چیز، گفت که نام شوار ما را گرفت و ما گفتیم خیلی شوهر پیش ما چی میکنه؟ گفت شوهر من یک جای مسافرت رفته. دکتر سی بعد امروز با فاد خمده کسی گفت کجا رفته؟ نفهمیدم. گفت مسافرت رفته. خواه یعنی یک چند وقت پیش ازی خانم بوده و را گفته که من مسافرت میرم. خب بله. بله، پیش از اینکه ما چیز بگویم مو به حساب سرما خواست که خود کیستی که تلفن شوهر ما رو کی کردی؟ ما گفتم شوهر کیست؟ گفتم میشه که اشتباه کرده باشه. گفت که شوهر نام شوهر ما رو گرفت. و بعد از او گفتم شوهر خیلی پیش ما چی میکنه؟ گفت که مسافرت رفته. دکتر صاحب معمول شده است اجازه تلفن به شوهر مورد گفتم دیگه این دختر کیست که بر خود زنگ زده؟ یه قمه تلفن قضا کرد. بعد از او عرض چقدر دکتر صاحب سرش فشار آوردم که یک بار کیست؟ گفت من هم شناختم. گفتم خیلی یک بار بر زنگ زن پرسان که خودت کیستی که زندگی ما یه رقم جنجال جور میکنی و حساب اصلایی تانو بشنه و چی میگه در مقابل گپای خود. دکتر صاحب هیچ مجبور به تلفن کردن نشد، اما قسم خورد، مجبور شد قسم بخوره، اما تلفن یک بار از خاطر زنگ نزد. کوی این کار از او بسیار مرا نگام یا به حساب شک مرا قوی ساخته کنه. من اینه ایفام چی کنم بالا دمو تکلیف های روی برم پهیش داشته. دکتر بسیار کوش میکنم که یک خانم خوب بر شوام و یک شوهر خوبم برای من تاندازه شده، یک بچه خوب بر فامیل خود شده، یک پدر خوب بر طفلای خود شده، اما باز من ایفام که کار اما چیز هم ایفام دکتر تب تادم هم نیست به حساب بیعقل باشه یا کنه ایفام، اما این تلفن بر من بسیار مشکل پیدا کرده و باید صبح که میگن تکلیف های روی برم بالا دیمون پیدا شده، زود تصابانی میشم، زود قهر میشم، لکی کنه همه خواهیم هم که من صبح زندگی من به یه اوقات تخیل درکم، اما بازم به دست خودم نیست. باز بعدا دیگه از او وقت تا بالا دیگه اونا برتون زنگ نزدن؟ نه خیلی دست پرسه دیگه شوار من یک داره وقت میره از خانه، نه وقت خانه نیه و دو وقت که نیه خست از دلائی. هر شب خانه خو مین؟ بله بله. چی کار میکنن؟ پیشی آزاد دارن یا کدام دوای رسمی کار میکنن؟ خیلی پیشی آزاد دارن، از نگاه اقتصاد گفتم که کدام مشکل نه اونا دارن و نه من خودم دارم. نه مسئله اقتصاد مربوط منظور من نبود، من منظور من بود که پیشی آزاد دارن وقتی که نو وقت و من شاید که در کارهای خود مصروف باشن. بله بله، پیشی آزاد دارن. و شما شک بر این کردین که شاید که شوهرتون یک خانم دیگه هم داشته باشه؟ بله
بله چون زنگ زد تو سرما قاشو که خودت کی هستی که به تلفن شوهرم زنگ زدی؟ گفتم میشه اشتباه کردم شد نامش پرسان کردم نامش هم درست گرفت و گفتم خی شوهر چی میکنه که حال پشما از گفت که شوهر من مسافرت رفته یک جای بعد از دکتر سبا میگه یک زنگ میزد شوهر من به حساب امروز گفت میزد می خودت کی هستی که مرا جگر خون میزدی در خانه یا خانم من ناراحت میزدی شک ما دور میشد من هیچ مشکل نداشتم اما قسم خورد اما راضی به زنگ زدن نشد به شماره که کی هست این کار مرا رنج می داد خب تشکر خواهر من مشکل تا نگرفتم بعدا با شما حرفای دارم خدافستان 86-56 پل ارتباطی بین ما و شما است و فرزان جان بسیار اگه چیزای جالب میشه با واقع بله. اما تو یک قصه دیگر رو من شنیدم که یک کس تلفن میکرد برای خانم میکرد تمام نمی قصه های زندگی شه برش میکرد که این اینطور از همشیرش اینطور از مادرش اینطور گفت از چیزایی که حتی خانمش میگفت من خبر نداشتم او برش قصه خبر داشته گفت تمام چیزا قصه میکرد که اینی کار اینطور است این کار اینطور است اینطور است گفت تمام چیزا رو قصه میکرد ولی باور بکنید کودانم اگر پای خود اونم دروغ برآمد اون حقیقت نبود به مشکلی که همه قسم دکتر سبی یکی از دوستا هم قصه کردن در می وقتای نزدیک گفتن که همه شما در برنامه میگین که همی پشت شوهرایتون نگیرین اگر زنگ میای تلفن شاید شک باشه شاید دیگه پا گفتم قسم من هیچ پشت از گپا نگشتم بالاخره گفت یک وقت خبر شدم که شوهر مرسی کرده دو اولادم داره بر من بسیار جالب بود دیگه خب بکردن باز خب یک موضوع است که خودت یک خدای ارجان بدن شوهر بله. اگر این مسائل مراد نکنن زندگی خودشان هم تلخ و تیره بله میشه به این معنا نیست که تنها خانم خود را اینا آزار بتن خب یک تماس دیگه هم داریم خواهر بفرمایید سلام علیکم خوش آمدین خواهر بفرمایید گفتم شوهر ما است بودری بیادم آه بله میشنوی چرا گفتین ما خبر نداریم به همکار ما گفتن خب فکر کردن ما شنیدیم بفرمایی شوهرم ده سال شد 11 سال شد تو پودری سملیسه امیده دفعه شفاخانه پیسگکی مفتگکی امتی بسترش کردیم در خانه بسترش کردیم در شفاخانه دولتی بسترش کردیم ایچ جور نشد امی قوم خیش هم یار چیز که گفتم کار خود کرد جور نشد خودم که گفتم سمیشت که امام کزر مزرعت کرد وقتش امی کار خود کرد پودر شده کارم نمیکنه بیکار از نمیگم خیلی که پودر میکشی کارم کنه فقی مرا از اشتو که تا پیدا کنی خرچ خانه تا پیدا کنی هیچ دگه نمیشه هیچ کمی 2000 میگم اینه میگه فقط گوش میگره نه هم میگم اینه دگه نمیشه این حالا من این مشکل دارم که چی کنم ایران ماندیم یک روز نیست دو روز نیست فرده کردم تو با یک مرد پودری چرا عروسی کردی؟ اول یک سوال از خودت دارم تو نبود دکتر پی بی اول تو نبود کارگر بود خود اگر نصیب قسمت چند سال بود که اینا روی آوردن به پودر به ایروین؟ 27 ساله 28 ساله بود تا حالا 30 ساله شده باشه خب خودت فکر کن یک مرد 27 ساله قبل از اینکه روی ناورده باشه و چطور یک دفعه دفتن به پودر روی میره دمی کابل معتاد شدن یا دیگه کشورا دمی کابل پنج شهر دانگا که اولاد دارم دمی قصه اولاد نیست اینمی یک روز که بیافه اینمی یک هزار میزنه یک روز که نیافه اید نمیکشه نمیگه باش که یک دوست داشته ساعت پیشه دمی خانه به میوزن و ما اشتو کم اولادم بیارم ما خودم هم که یک جای کالاشویی میشه میرم در امور زنها که میرم یک سکار میکنم هر چیز که میکنم مردم هم در پشتم گفت میکنه خوشیم شاور نمیکنه این شاورم دیگه خود دگیره خود است من یار کدام قوم خیشم من یار کدام هر چیزا میگه باز گپ مردم من میگم خیلی که یوتیوب من خودم هم تو کنم میکنم هر کدام ما چی میگه این دل من کس جان آمدم میگم من یشتک پشت که شانه ایلا بتم دل من نست رفتم برم دیگه خیر آمدیم چی کنم بسیار سفید هم که شاند من میگه پزرد دولت هم که برده میشه که شفاخانه هم این تاتوی که دولت هم شفاخانه ریش کرد به شش ما بسر جور نامه این چیز خانه را دزی کنه ببره از اشتو که دزی کنه از قوم از خیشه که جایی بیدی بسیار به تنگ آمدیم من به خود دمی 11 سال خیلی میگم زنگ میزنم اچ رخ نمی کنه اچ کت خود تماس من چی نکردیم این امروز دیگه یک چی شد دیگه کار خدایی شد دمی 11 سال خودت موفق نشدی که با ما صحبت کنی؟ نه به خود اینا در حال که از شوهرت گفتین از معتاد وقتی که شده 3 سال شده نی گفتن که 10 یا 11 سال شده فول 30 ساله که 27 ساله بود که 27 روی آورده 27 ساله بود خب دیگه 3 سال شد نی 21 ساله گفت بود 21 21 بوده خب بر صورت خواهر من بعدا با شما حرفای دارم حرفای مرا بشنوین امید است که یک راه حل دهی زمینه پیدا بکنیم تشکر شما خدا خدافظتان بله
8656 پل ارتباطی بین ما و شما هست، میتونید به برنامه زنگ بزنید و پیام های شما که از طریق 456 مواصلت ورزیده پیام های شما نیز با ما هست و وقت داریم که یک پیام که از طریق 456 مواصلت ورزیده بشنویم، ببینیم از کدام دوست ماست و چی مشکل داره. قبل از اینکه پیام دکتر سو بشنویم، باید به دوستای عزیز، خانواده‌های عزیز و بخصوص مادرای عزیز بگوییم که پولیو را فراموش نکنن. یک قطره واکسین پولیو میشه که زندگی اولادایتان ضمانت بکنه، زندگیشان خوب باشه. در غیر از او اگر طفلتان فلج می باشه، بعد از او جوان میشه، هم شما رنج میبرین هم طفلکتان. وقتی که واکسیناتورا پشت دروازهتان میایه، شما طفلکایتان زیر سن 5 سال است واکسین بکنین، اگر مریض باشه یا مهمان باشه یا هر چی که باشه طفلکایتان واکسین بکنین، گپ بسیار خوب است. و من پیشنهاد میکنم که اگر بعضا واکسین تو را نمیتونن که بین در خانه تان، کوشش بکنین به نزدیکترین کلینیک محلتان برین و می قطره در دهن طفلکتان بچکنین. هیچ ضرر نداره و بر علاوه ای از یک مشکل بسیار جدی هم جلوگیری میکنه و شما خودتان ببینید که اگر طفلکتان مفلوج باشه همه تو به می شکل از یک طرف شما خودتان هم دیدنم کاملا هیچ تداوی نداره، به هیچ وجه تمام عمر معیوب و عاملش هم امی مادر و پدر است که توجه نکردن به اولادش، در حالی که حکومت با وجود امی حالت که ما شما داریم ولی باز هم کوشش امی است جامعه جهانی که امی مرض محو بسازه و این وظیفه ماست که باید دهی دست به کار شیم. بله خب یک پیام هم میشنویم. سلام دکتر صاحب، ما از کابل با تما شدیم، ما دو طفل دارم، ازدواج کردیم 3 سال میشه و ما در خانه شیشتیم، شوهر ما همیشه یک دکان چرچین فروشی داره، شوهر ما همراه دختر را زیاد به تماس است، همراه شان گپ می خطا شد؟ بله تمام شد. پیام های 456 هم دارم. بله مقسم آره گفت دکان چی داره فرزان؟ سیمساری داره. سیمساری داره. بله. در سیمساری همیشه خانم ما میره. بله. حالا چی کنه؟ باید ایره تغییر بده؟ حالا دیگه همه گی تغییر بده، با سیمساری فروشی در کجا خواهد باشه. خب مهم این نیست که یک نفر با خانم ها همیشه ارتباط داشته باشه، کسی در دفتر از کسی در یک جای دیگه از 24 سال، یا خوارای ما هستن که در دفاتر کار میکنه با مرد هست، دوش و دوش مرد ها کار میکنه، مرد ها دوش و دوش خانم ها کار میکنه، ولی ای به این معنا نیست که دیگه شما قدر به این فکر باشین که شوهرتان وقت کمی کسی که با همی یک خانم صحبت کرده که وقت به این معنا است که از او ارتباط داره، چون نیست یک روابط بسیار دوستانه در دفتر در یک جایی که باشه هم بیخی هم مانند خواهر برادر و ما در دفتر خود باور بکنیم، بچه هایی که هستن که دخترها کاملا مثل فکر میکنین که یک فامیل میدرن، فقط کلش هم شیریشان وارثن و هیچ این موضوعات اصلا مطرح نیست و شما هم به ناحق خدا به میگه پا آزار ندین که با یک قدر مشکل گپ سادام نیست که دیگه فقط به خاطر یک دکان سیمساری شوهر دیگه کل زنا به سر شوهر تو بریزن یا میگه زدن. خب این یکان تعصب بیجا است، بجا نیست که شما هر چیزی که در ذهنتان میگرده یا یکان لافایی که شوهرتان میزن او رو بسیار جدی نگیرین. بله. حقیقت چیز دیگه میباشه و تو که اگر اونا بگه که 24 ساعت پیش من دختر هست و چطور هست شما مزید نهای رنگ ببرید، خانم خود می سازه که من این تو دخترام رای من در ارتباط هست. از این آیه بسیار به اصطلاح عوام بگیم لافوکا زیاد هستن. بله. در این مسائل دروغ میگن، میگن گپ های خدا میگن، یکان تا پیش خانم هم خدا نشان میده که من درستم، در حال حقیقت چونی نمی باشه، بناحق خود از زجر نتین. باز اینمی موضوعات بسیار خرد و کوچک بر علاوه که از تاثیرات منفی بالای شخصیت خود انسان داره، در جنبش انسان خصوصا دختر مرد زنایی که بسیار زیاد حساس باشن و پیری زودرس مبتلا میشن. یک وقت متوجه میشن شما پیر شدین و شوهرتان جوان، باز وقت باز خودتان عقل میتین که منین برین خیک زندگی کنین. پس به او خاطر کوشش بکنین با هم چو گپا خود آزار ندین. این گپا هیچ دقیق نمی باشه و این گپا بسیار گپای پیش پا افتاده است، با این گپا اصلا هیچ اعتنا نکنین. بله خب دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. وقتتان خوش بانوی عزیز. و دو تماس داشتیم، یکی هم بانوی بودن گفت که 7 سال از عروسی میشه، دو طفلک دارم، هیچ مشکل و خانم خانوادیم ندارم، همراه شوهرم به
اساس خواست هم دیگر عروسی کردیم. همراه فامیل شوهرم یک جا زندگی میکنم و گفته فقط یک چند بار دیدم که شوهرم همراه دخترها گپ میزد و زنگ دخترها میامد. پشتش نگشتم، هیچ توجه نکردم. یک روز یک خانم زنگ زد، وقتی که من تلفن شوهرم جواب دادم، برام گفت که تو کی هستی که تلفن شوهرم را جواب میدی؟ گفت من متردد شدم، نام شوهرش پرسان کردم، اون نام شوهر از این خانم گرفته و گفته که گفته پس شوهرت کجاست؟ گفته که او رفته به مسافرت. ولی بانوی عزیز مطمئن شده که یه تا یک گپ است. برقدر شوهر خدا گفته دوباره زنگ بزن، همراهش گپ بزن، من مطمئن شوم که اشتباه کرده. اما او حاضر به گپ زدن نشده. گفته نفهمم که چی گپ است و بسیار زیاد جگرخون هستم و تکلیف روحی هم پیدا کرده. ببینین فرزان جان، یکی زندگی حقیقی است، یکی زندگی تخیلی خیالی که یک کس جور میکنه. همین شما خودتان قضاوت بکنین، همین یک کس عروسی بکنه، یک عروس دیگه داشته باشه، هر شام خودتان رو میگین که یکم بار ناوقت میم تا خود چون پیشی آزاد داره، کدام مشکلات هست ناوقتر بخونه میه، ناوقتر میه، ولی همیشه با شما هست. امی شما خودتان فکر بکنید که اگر عروسی دیگه کرده باشه، آیا خانمش برش اجازه میده؟ حداقل هفته اگر 3 روز پیش شماست، 1-3 روز باید پیش از اونا هم باشه، اونا هم خواستایی دارن. دکتر سیدی به خیالم گفتانم گرفتم تا یک مشکل ایجاد شده. مثل پیشتر گفتم مطمئنن که یک دوست بسیار نزدیک ماست، گفت که شوانام خانه میایه. گفت ما ایران مانده ایم. گفتم وظیفه خود میره میایه. گفت شوانام خانه میایه. گفت اصلا هیچ جایی نبود که مسئله زی فکر کنم. و اگر کسی میگفتم که خانم داره، گفت باور من نمیامد. گفت بخی برم ثابت شد، رفتم گفت خانهش باز دیدم که دوتا فیلم داره. گفت یارسی کرده چه قوخ میشه. خود دایم چونی نمی باشه. خب شما خودتان فکر بکنی، همین یک کسی که همین عروسی کرد، همین نکاح که وقتی که بسته شد، او خانم خواستای خدا می داشته باشه. بله. اولین چیزی که میخواه امی هست که میگه خانمش باید حتما باید خبر شه. یا که از اونو هم پت کرده، خب معلوم میشه که هیچ وقت ناممکن است به این شکل یک نفر یک اثر فریب بده. به این شکل یک روز افشا میشه، کاملا افشا میشه. ولی مشروط بر این که خب من فکر نمیکنم در این خود نکدام سیاست است، نکدام حکمت است، یک فریب دادن یک کس چی ضرور است. خب وقتی که اگر تو از اختیاراتت استفاده میکنی به این فکر هستی که دین اسلام بر من اجازه داده، خب وقتی که میکنی خب مطابق امو شرع عمل بکن. که هم میگه لال بده ساید و هم دل یار نرنجد. خب قسمه که باید که خانواده هم خبر شه، فامیل هم خبر شه. خب اگر یک با وجود که اگر از زنت حراز داری میترسی، خب این کار نکن. بله. پس وقتی که میفهمی که این خانم ما واقعا مرا دوست داره، واقعا کدام مشکل پرابلم نیست، پس همی عروسی دوم یعنی چی؟ 1000 زن که بگیری یکی هست. ولی همی زنها را همی شهامتشان را ببینیم که چقدر همی شوهر خودت به کدام اندازه دوست داره. حداقل همی دوستی و شهامت از زن باید آدم یاد بگیره. ولی متاسفانه بعضی کس ها هست که می کارا را میکنه، فردا رو جوابگوی هم هستی. دنیا هیچ چیز نیست، امروز تیر شدنی است، یا به خوب یا به خراب تیر میشه. همه چیز، ولی یگانه چیزی که میمانه خاطره میمانه در دل انسان و فردا روز ما جوابدی هستیم. یک کس در یکی از زندان ها میگه یک کس رو میکشتن و خب پرسان نبود که هر کس کشته بود. گفت چی فکر میکنی که بالی سرش آمد تفنگچه را گرفت؟ گفت چی فکر میکنی که حالا تا کسی نجات داده میتونه؟ گفت همی مشقت مرگ ما شاید 2 دقیقه باشه، ولی در گردن تو برای همیشه جاودانی هست که تو جواب بدی. باور بکنی که هر کسی به حق ظلم بکنه، یک کسی را فریب بتنه، ایران بتنه، برای خودش خوشحالی یک لحظه است، ولی برای اونو دائمی هست که باید جواب شه بتن. ولی من فکر نکنم از شما رو خوار، من فکر نکنم که تو یک گپ باشه. من خواهی یک مثال دیگه هم براتون دادم، نه که اینه گفتم چقدر چیزها رو برش میگفت، حتی گفت نام برادرهای شمشیره، گفت قصایی رو میکرد که من خبر نداشتم. ولی بار بکنیم که اون گپ درست نبوده و یه هم فکر نکنم که درست باشه. نه خدا زیاد رنج نتین و امون که شوهرتون قسم خورد بس کافی هست.
وقتی که بر خودشان زنگ نزد دیگه امی کار من نفهم که چرا زنگ نزدن و امی که هر گپی که بده. ولی ما طرفدار از این موضوع هستم که پشت از این مسائل زیاد نگیرین، به خاطر که باز بالاخره اینقدر عادی میشه که بالاخره اگه این کار شوهرتون هم نکرده باشه اینقدر یک وقت عادی شه بگه برو خود دیگه حال خانم خبر شده بیا می کار بکنم. پس به او خاطر نا خود را انجام ندین و به این شکل بسیار مشکل هم است. بسیار مشکل است که یک کسی هر شب به خانه خود باشه، زندگی خود باشه، ولی باز هم با کسی دیگه پیمان ببنده. این بسیار ناممکن است. یا کسی که قبلا هم تو پروتکل همراهش امضا شده باشه، ولی رنجاندن خودتان باعث از این میشه که اعصابتان همیشه ناراحت، همیشه با اطفالتان با خشونت برخورد بکنین، لتکوب اونا رو بکنین، رفتارتان با دیگه سایر اعضای خانواده بسیار خشن باشه و بالاخره شام که از همه مهمتر به پیری زودرس مبتلا شید دیگه هیچ گونه دستاورد نمیداشته باشه. بله و دوستای عزیز یک دوست دیگه ما با ما به تماس شدم. قبل از یک تماس اونا رو بگویم فراموش نکنین تکت خیری ایساره که هر هفته کوشش کنین که یکی دو یا سه تا یا هر قدر که میتونین تکت ایسار خریداری بکنین، به خاطر که به نفع هموطنای عزیزتان است و طفلکایی که مصاب سوراخ قلب هستند. و در اخیر هفته قرعه کشی میشه، انشالله که کسی که تکت خیریه را میخره یعنی زیادتر میخره او مستحقتر است نسبت به کسی دیگه، انشالله که نام شما هم در قرعه کشی میبره و اگر نبرآمد یک کمک بزرگ به هموطنایتان است. و دوستی که به تماس شد گفت که تقریبا 10-11 سال میشه شوهر معتاد است، چند بار به شفاخانه ها بردمش بسترش کردم اما دوباره به مواد مخدر روی آورد. گفت هیچ کار نمیکنه، پول هم از هر جای دزدی میکنه، مال خانه رو میفروشه، به فکر 5 اولادش هیچ نیست و گفته یکان بار قدر اعصابم خراب میشه که طفلایش بانم و خودم از خانهش برایم اما نمیفهم چی کنم. خب گناه طفلا چی است؟ طفلا را شما هر دو یک جا شدین به دنیا آوردین، وسیله شدین. بله. اول طفلا هم به پدر ضرورت داره هم به مادر. شما راهش میکنین به پدرش، پدرش هم منتظر است سو برای کس میفروششان. کسی که معتاد سر از اونها چی اعتبار؟ بله بله. اونا به وقتی که مواد گرفتن اتانه گفتین در یک روز 1000 پم یا 2000 پم مصرف میکنه، ولی اگه نیفه این ناممکن است. وقتی که معتاد باشن و با اون مقدار که شما میگین روزانه کس گرفته نمیتونه، قدر زیاد نمیتونه. بله. اون یک مقدار مخصوص است که باید اون مقدار بگیرن، ولی به شکل که حالا ما بارها یک مسئله را گفتیم، شخصی که معتاد است هم مانند یک شخص مریض است. بله. که مریض چه قسم شما رفتار میکنیم باید با شخص معتاد میتوشه. ولی کسای دیگه ایشان در خانواده ایشان، برادرشان، کاکایشان، مامایشان، پدرشان، همین کسایی که هستن باید که اینا مسئولیت دارن در قبال کسایی که معتاد هستن. اینا باید کار بکنن که اولی که شما گفتین به اگر به پول شد اینا رو بردیم یک جای داخل کردیم، خب مراکز بسیار خوب وجود داره همیالم در افغانستان که یک بار که اونا داخل شون اگر خودشان خواسته باشن دیگه نمیتونن که یعنی حداقل کمکشان میکنه که مواد ترک بگوین. ولی ترک کردن از این مواد وقت میسر است که اول ای که خودش یک عزم راسخ داشته باشه، به جبر به زور هیچ کس آدم نمیتونه. بسیاری کسا را میاریم، من خودم چندین بار در برنامه دبستان بوعلی از وزارت صحت آمه ما با همکاری از اونا از زیر پل سوخته و زیجا کل میه را جمع کردیم بردیم، ولی باور میکنیم که از جمله تقریبا 70-80 نفره که موجه برشان جمع کردیم تقریبا 10 نفرشان من دیگه کلشان فرار کردن. وقتی که یک نفر خودش فرار میکنه، خودش نمیخواه، خودش ریشه به تیشه به ریشه خود میزنه دیگه، کتیزوت انسان آدم چی کنه؟ تا وقتی که یک انسان خودش درک نکنه ایده کی میفهمه؟ من پیشترم براتون گفتم که امی اعضای خانواده ها باید که همراهشان کمک کنن، به خاطر از اینکه تا وقتی که با موکد اونا نباشه، تا وقتی همکاریشان نباشه و با نشست و برخواست با رفاقانه داشته باشن، باز میشن که نه از این مرض ز خانمانسوز نجات پیدا بود. بله دوستای عزیز، ای بود برنامه امروزی شما. تا تقدیم برنامه آینده تمام شما از دار به خداوند بزرگ مسپاریم. الله یار و نگهدار همه. وقت خوش، خدا نگهدار.